خب بینندگان عزیز، رسیدیم به ابن بطوطه. درست آقا بهنام؟ یه توضیح در مورد ابن بطوطه لطف کنیم بدیم. ابن بطوطه یک بازار خیلی بزرگ با معماری شش تا کشور. شش تا کشوری که ابن بطوطه توی سفرنامه‌اش آورده. معماری این شش تا کشور رو ما روی در و دیوار داخل این مرکز خرید و بیرونش میتونیم ببینیم. این شش تا کشور عبارتند از چین که الان سردرش رو میتونید همینجا ببینید. بله. چین، هند، ایران، مصر، تونس و در آخرم اندلس، اسپانیای کل. اسپانیای جلد. درسته. بعد این ابن بطوطه بس یک شخصیتی بوده که بله، این یک سفرنامه‌ای داره. بله، جهانگرد مراکشی الاصل بوده که از جاده ابریشم رد میشه و یک سری کشورها رو پشت سر میذاره و یک سفرنامه تنظیم میکنه که توی این مرکز خرید منتخب این کشورها 6 تاست که معماریشو اینجا میتونیم. بسیار عالی. الان وارد ابن بطوطه که بشیم، اولین جا کجاست؟ چین. چین. بریم چین. با ما همراه باشید. بینندگان عزیز، وارد منطقه چین شدیم. در اصل این قسمتی که متعلق به چینه، شما همینطوری که در مشاهده میکنید در صف و بالاخره جای دیگه کاملا نماد چین مشخصه. این هم اینجا هم تیکه هایی از سفرهایی که ابن بطوطه رفته. توضیحاتش رو یه مقدار روی این صفحه هایی که میبینید روی این تابلوها نوشته. افریقا رفته، به چین رفته، از مناطقی که عکس گرفته، حالا از روی کتاب ها به مناطق که از چین رفته، به مناطق عرب ها به منطقه عرب رسیده، دیگه های از اونجا هست. کامل یه سری توضیحاتی رو داده. بله. یه کشتی خیلی قشنگ، یه ماکتی از یه کشتی هم اینجا میبینید. بسیار زیباست، بسیار زیباست. با ما همراه باشید تا بریم جای بعدی. همینطور آقا بهنام داریم ادامه میدیم، هنوز داخل چین هستیم، منطقه چین هستیم و الان داریم میریم وارد بشیم به منطقه هند، ایندیا. با ما همراه بشیم. Yes. تو رو رنجوندم با حرفان، چقدر اسمی کنم تنها، چه احساس بدی دارم از این احساس بیزارم. خب بینندگان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید این هم یک کشتی چینی هستش که خیلی بزرگه و داخل این محوطه گذاشتن، و یک کشتی کوچیک دیگه هم که این سمت تصویر ملاحظه میکنید هستش، خیلی هم بزرگه و هم خیلی قشنگ. میریم به سالن بعدی که میشه هند. با ما همراه باشید. بینندگان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید در مسیر همین ابن بطوطه هستیم. چین رو رد کردیم، وارد هند شدیم. همونطور که ملاحظه میکنید سقف‌های رنگ آسمون داره و در دیوارها نماد هند کاملا مشخصه. این خانوم هم به من گیر داده، میگه که باید از من عینک بخری. اجازه بدید من تست کنم. آقا بهنام چطور؟ بسیار قشنگ و عالیه. خیلی به چهرهتون میاد. مرسی از شما. خب، میسیز، پلیز.
How much? Sir, this one, sir, 200 درهم. 200. 200 درهم. Yes, sir. مرسی. یعنی قضیه به دلیل اینکه ما هنوز اسپانسر قوی روی برنامه‌مون نداریم و پول نداریم، نمیتونیم خرید کنیم. می‌خوایم بریم، نمیذارم. می‌بینیمتون. شدیم. در مورد هند یه توضیحی به ما بدید. هند خب یکی از شهرهایی که خود ابن بطوطه ازش رد شده و توی سفرنامه‌اش هم قید کرده. بله. آثار، نوشته ها، خاطراتی که توی هند داشته رو همه توی سفرنامه‌اش آورده. این فیل به این بزرگی، آره. این نمای به این زیبایی، نماد قشنگ. آره. یه توضیح. فیلو که میبینید با اون یارو که سوارشه، یه نمادی از کشور هند که میدونید که یکی از کشورهای بسیار بزرگه که پرورش فیل داره و به فیل خیلی اهمیت میدن و خیلی استفاده هایی دارن از فیل، حالا توی تردداتشون، توی کارهاشون، توی زمینه‌های مختلف از فیل استفاده میکنن. بسیار عالی. ببینم بطوطه هم خیلی هم فیل بزرگی. این یعنی از چی ساخته شده؟ این جنسش چیه؟ این از فایبر گلاس و یه حالت آلیاژ فایبر گلاس و کاوچو و اینجوریه. بسیار خیلی خوشگل، خیلی قشنگ. و این که روی فیل گذاشتن چه نمادیه؟ این کجاوهی که میبینید روی فیل گذاشته نماد همون سفرنامهی که تنظیم کرده خود آقای ابن بطوطه که اونجا بوده. یه حالتی که اون موقع از فیل استفاده میکردن، یه حالت خیلی لوکسشه. این نماد اینه که وقتی که یک مسافری که خیلی با ارزش باشه روی فیل نشسته و داره حرکت میکنه، یعنی به عنوان یک وسیله دارن ازش استفاده میکنن که به یک مقصدی برسن. همچنین کجاوه‌های خیلی مجللی روی این حیوانات میذاشتن و شخص مورد نظر میذاشتن اونجا که در کمال آرامش موقعی که این حیوان داره حرکت میکنه کمترین تکون رو به مسافرش وارد کنه. بسیار عالی. خب با ما همراه بشید. بیان نگان عزیز میریم جلوتر. بفهم بینندگان عزیز، همونطور که در تصویر ملاحظه کردید رسیدیم به منطقه ایران. این بالا نوشته ساحت و بلاد و فارس. با ما همراه باشید تا وارد ایران بشیم. همونطور که ملاحظه میکنید نماد از زمان صفویه رو شما مشاهده میکنید که اینجا رو چقدر زیبا کرده و خیلی قشنگ شده و البته توضیحات کامل الان آقا بهنام میان بهتون میدن. اون سمت دارم خرید میکنم، بریم ببینیم چیکار میکنم. چیزی پسند کردی؟ یه بوتیک خیلی جالبه، من اینجا داشتم نگاه میکردم. جالبه. ظاهراً آره 25% هم تخفیف گذاشته روی. چقدر خوب. 25% آف گذاشتن. ببینید عزیز. خب آقا بهنام در مورد آثار صفویه توضیح آره. در مورد ایران، منطقه ایران. اینجا بله، اینجا قسمت ایران هستی. میدونی که ابن بطوطه توی سفرهاش به ایرانم رسیده و چند تا از شهرهای بسیار زیبا و تاریخی ما رو هم دیده. مشهد، شیراز،
اصفهان. این معماری که شما میبینید کپی معماری دوران صفویه خودمونه که اینجا بله خیلی روی در و دیوارش میتونید به وضوح ببینید. بله این معماری بله. رو ببینید. بسیار عالی. بریم ادامه رو ببینید. با ما همراه بشید. خب البته بینندگان عزیز توجه داشته باشید که این تصاویری که ما به شما نشون میدیم خیلی مختصر و مفیده. شما حتما خودتون باید بیاید به دبی سر بزنید و از نزدیک خودتون کامل اینجا رو ببینید. خب به پایان این قسمت از برنامه هم رسیدیم. آقا بینا در پایان صحبتی هست؟ امیدوارم تمام دوستانی که از هر کجا هر نقطه از دنیا علی خصوص ایران تشریف میارن بهشون تا زمانی که توی دبی هستن بهشون خوش بگذره. مرسی آقا بینا. بینندگان عزیز با ما همراه باشید. یادتون نره پل ارتباطی ما و شما www.تصویرسازان.com. شب بخیر. خدا نگهدار.